سر خط خبرها. تأکید اتحادیه اروپا و پاکستان روی کاهش خشونت در افغانستان. به معنی خواندن بازداشت 13 نفر از مسئولان امنیتی و دادستانی کل و شکایت رسمی دونالد ترامپ به محکمه برای جلوگیری از شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری 3 ایالات. سلام و وقتتان بخیر. به مشروع خبرهای این ساعت با من سهراب رسولی خوش آمدید. اتحادیه اروپا و پاکستان روی کاهش خشونت در افغانستان و اهمیت آتش‌بس برای اعتمادسازی در جریان گفتگوهای صلح تاکید کردند. در همین حال اعلامیه مشترک اتحادیه اروپا و پاکستان میگوید ادامه جنگ و خشونت در افغانستان با خواسته های منطقه‌ای برای برقراری امنیت در این کشور سازگار نیست. این اعلامیه در پایان نشست مجازی جوزف بوریل رئیس اداره سیاسی خارجی اتحادیه اروپا و شام محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان صادر شد. جانبین بعد از مذاکرات استراتژیک بر ضرورت آتش بس بشردوستانه در افغانستان که تقاضای آنتونی نیو گوترش سرمنشی ملل متحد هم هست تاکید کردند. در همین حال اعلامیه از آتش بس اخیری که در روزهای عید نافذ شد ستایش کرده، گفت که جنگ و خشونت مبارزه در برابر شیوع کرونا در افغانستان را دشوار می کند. حکومت روی آتش بس تاکید می کند ولی طالبان هنوز نپذیرفتند. به موضوع آتش بس زمانی خواهیم رسید که ما به اهداف خود برسیم. عامل عمده جنگ به تمام معنا از بین برود و فضای اعتماد به میان آید و در مذاکرات پیشرفت دیده شود. وثیق افزود که طالبان جنگ را نسبت به گذشته بسیار کاهش دادند و بر شهرهای بزرگ و مراکز عمله نشده است و درگیری ها در مناطق دوردست عکس العمل است. اعلامیه مشترک اتحادیه اروپا و پاکستان که اواخر چهارشنبه نشر شد تاکید کرد که مبارزه با توریسم و اقتصاد غیرقانونی به شمول کاروبار مواد مخدر و همچنین جلوگیری از منابع مالی توریسم و قاچاق انسان با پروسه صلح در افغانستان کمک می کند و به نفع منطقه تمام می شود. در همین حال جانبین از آغاز گفتگوهای بین الافغانی به عنوان یک فصل جدید ستایش کرده، روی حفاظت و تقویت دستاوردهای 19 سال گذشته در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی عامه افغان‌ها تاکید کردند. اعلامیه به خصوص روی حفاظت آزادی‌های زنان و جوانان تاکید کرده، میگوید که مذاکرات باید بنیاد مردم سالار یک افغانستان شکوفا و مسالمت آمیز را اساس گذاری کند. جلسه کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در ارگ برگزار شد. در همین حال این جلسه که والیان از طریق ویدیو کنفرانس نیز حضور داشتند، ابتدا رئیس جمهور غنی یک بار دیگر حمله وحشیانه دشمنان صلح و امنیت کشور را بالای پانتون کابل تقبیح کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه که والیان از طریق ویدیو کنفرانس نیز حضور داشتند، ابتدا رئیس جمهور غنی یک بار دیگر حمله وحشیانه دشمنان صلح و امنیت کشور را بالای پوهنتون کابل تقبیح کرد و نهادهای زیررفت را جهت انجام تحقیقات لازم پیرامون ابعاد حمله به پوهنتون کابل و ترمیم دوباره تعمیر مرکزی ملی آموزشی حقوقی از جانب واحد عملیات و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری توصیف نمود. بعدن از رهبری و کارگران وزارت مالیه به خاطر ترتیب و تهیه مسعوده بودجه ملی سال مالی 1400 ابراز امتنان گردید و عرض تحقیق از زحمات معین مالی و سایر مسئولین زیررب هدایت صادر شد. متعاقبا کابینه مسعوده بودجه ملی سال مالی 1400 را مورد تایید قرار داد. سپس تقاضای ده افغانستان بروشنا شرکت مبنی بر تقبیل مقروضیت های از شرکت ها و اسهام وزارت مالیه و طرح تعادل و همسان سازی طرفه برق در تمام ولایات و توظیف آن شرکت جهت ارائه ارقام مشخص پیرامون قیمتها و مصارف برق دوایر دولتی با در نظر داشت معیارات واضح و قابل پیمایش توصیف گردید. در همین حال کابینه همچنان طرح زمینه شماره 1 و تحلیل جزء 5 فقره 1 ماده 22 مقرره تنظیم امور مالی و مصارف آمد، طرح مقرره نفت و گاز، طرح اساسنامه شرکت بروشنا و طرح قانون سروه کدستر را تصویب کرد. به همین ترتیب تقاضای وزارت اقتصاد مبنی بر منظوری کمک مبلغ 3.4 میلیون دلار آمریکایی از جانب USAID
عرض مبارزه با ویروس کرونا مورد تصویب قرار گرفت. در اخیر جلسه کابینت تقاضای وزارت‌های مالیه و تحصیلات عالی پیرامون حل مشکلات تخصیص معادن مبلغ 1,500,000 دلار آمریکایی پول مصرف ناشده وزارت مبارزه علیه مواد مخدر جهت اعمار پانتون ولایت هلمند تصویب کردید. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری کشور بازداشت 13 نفر از مسئولان امنیتی را که روز گذشته به دلیل غفلت از وظیفه به دادستانی کل معرفی شده بودند به مناخ خواند و دستور آزادی آنها را داد. روز گذشته پلیس کابل اعلام کرد که 13 نفر را به خاطر غفلت از وظیفه در حمله به دانشگاه کابل بازداشت کرده است. در آن رویداد 22 نفر کشته و 40 نفر دیگر زخمی شدند که اغلبا دانشجویان هستند. در همین حال آقای صالح که پیش از دو هفته به این سو به طور موقت مسئولیت امنیت کابل را بر عهده گرفته، در پست فیسبوک امروزش با اشاره به رویداد حمله به دانشگاه کابل نوشت: بررسی ها در مورد اینکه چه کسانی نتوانستند از این رویداد جلوگیری کنند تکمیل نشده است. او از این مسئولان امنیتی به عنوان گمنام ترین ها یاد کرده و گفت اجازه نمی دهد که با هر ناکامی تنها گمنام ترین ها به عنوان باز قربانی توقیف شوند. در همین حال این 13 نفر شامل عامر و مدیر جنایی حوزه سوم امنیتی، فرمانده واحد محافظت از دانشگاه و چند نفر دیگر از مسئولان امنیتی هستند که دیروز برای تحقیق بیشتر به دادستانی نظام معرفی شده بودند. آقای صالح تاکید کرد که ولی به شما وعده می دهم که پنهانکاری صورت نخواهد گرفت. شاید سیستم امنیتی در کل نیاز به بازنگری منتقدانه داشته باشد. این در حالی است که انتقادها از مسئولان دولتی به خصوص امرالله صالح که به تازگی مسئولیت تامین امنیت کابل را بر عهده گرفته با افزایش ناامنی در این شهر بیشتر شده است. در همین حال روز دوشنبه 3 مهاجم انتحاری وارد دانشگاه کابل شدند و برای بیشتر از 4 ساعت با نیروهای امنیتی درگیر شدند. این حادثه واکنش گسترده را به همراه داشت. مسئولیت این حمله را داعش پذیرفت و طالبان گفت در آن دسته نداشته است، اما دولت طالبان را عامل آن می‌داند. امنیت رای موافق دارن کارت سبز، مخالف کارت سار. روز گذشته مجلس نمایندگان کشور هم نشست پرتنشی داشت. شماری از نمایندگان خواستار استجواب امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان اسدالله خالد، وزیر دفاع مسعود اندرابی، وزیر داخله و رئیس امنیت ملی کشور بودند. آقای صالح گفت که ما تصفیه کوچه به کوچه را انجام دادیم، همه چیز در کنترل ماست. چه شد آقای صالح که یکقدر جوانای ما کشته شد؟ مشکلاتی که در افغانستان ایجاد کرده آقای مویب است، او را بخواین صلاحیت رئیس عمومی را سلب کرده، صلاحیت وزیر داخله را سلب کرده، صلاحیت وزارت دفاع را سلب کرده. شماری نیز مخالف این کار و جلسه مجلس نیز با تنش همراه بود. در نهایت میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان اعلام کرد که برای دعوت افراد ذکر شده به پارلمان رأی‌گیری خواهد کرد. در نهایت اعضای حاضر در مجلس نمایندگان به جز از 8 نفر به استجواب این افراد رأی دادند و قرار شد که روز شنبه هفته آینده مجلس نمایندگان افغانستان جلسه فوق‌العاده داشته باشد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور میگوید که دولت افغانستان آماده مبارزه با موج دوم ویروس کرونا می باشد. در همین حال دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه گفت که آقای غنی با شکستن چین معاون بانک انکشاف آسیایی از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرده است. ابتدا معاون بانک انکشاف آسیا ضمن تقبیه حمله تروریستی روز دوشنبه بر دانشگاه کابل به خانواده قربانیان ابراز تسلیت نموده، گفته که این گونه حملات فرصت تامین صلح و ثبات در افغانستان را تهدید میکند. وی افزود که بانک انکشاف آسیا آمادگی کامل دارد که در بخش‌های انکشاف، اتصال منطقه‌ای، مبارزه با فقر و حفظ محیط زیست با حکومت افغانستان و دیدگاه برنامه‌های درازمدت رئیس جمهور غنی حمایت نماید. رئیس جمهور غنی از غم شریکی معاون بانک انکشاف آسیا تشکر کرده، گفت که رویداد تروریستی متذکره یک حمله بسیار بد بود که تمام مردم افغانستان را متاثر ساخت و از همین سبب ماتم ملی را اعلام کردیم. رئیس جمهور از کمک‌های بانک انکشاف آسیا به افغانستان قدردانی کرده، گفت که بانک متذکره همیشه از برنامه‌های انکشافی افغانستان حمایت کرده و در زمینه‌های اعمار شفاخانه‌ها، مبارزه علیه فقر کمک‌های مالی نموده است. این در حالی است که بر اساس برخی گزارش‌ها
احتمال دارد کمک کنندگان بین المللی در کنفرانس ماینونبر در ژنو کمک های کمتر به افغانستان را متحد شده و شرایط روشن را برای این کمک ها تعیین کنند. با گفته برخی منابع ایالات متحده آمریکا و برخی اعضای ناتو قبلا گفتند کنفرانس کمک به افغانستان که قرار است 23 و 24 نوامبر در ژنو دایر شود کمک های کمتر را متحد خواهد شد. ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا و نامزد حزب جمهوری خواه برای جلوگیری از شمار آرای انتخابات ریاست جمهوری در ایالت‌های میشیگان، پنسیلوانیا و جورجیا شکایت رسمی به محکمه درج کرد. بر اساس گزارش این ستاد انتخاباتی در خبرنامه‌ای که دیروز به نشر رسید گفت ما امروز در محکمه میشیگان اقامه دهو کردیم تا زمانی که دسترسی واقعی به ما داده نشود شمارش آرا متوقف گردد. در ایالات پنسیلوانیا ستاد انتخاباتی ترامپ مقام‌های انتخاباتی را متهم کرد که مانع دسترسی ناظران این ستاد در شمارش آرا شدند. همچنان در ایالات جنوبی جورجیا جایی که ترامپ جمهوری خواه اندک از بایدن دموکرات پیشی گرفته ستاد انتخاباتی ترامپ گفته که قصد دارد علیه چندین محل رویگیری به دلایل مشابه شکایت درج کند. اتهام ها از سوی ستاد انتخاباتی ترامپ در حال مطرح شده که تا هنوز هیچ نوع تخلف و تخطی از سوی مسئولان انتخاباتی در شمارش آرا ثبت نشده است. این در حالی است که شمارش آرای ایالت نیوادا هم دیروز متوقف شد اما دلیل آن روشن نشده است. در همین حال پنج ایالت کلیدی که رقابت نامزدان ریاست جمهوری آمریکا در آنها تنگاتنگ گزارش شده ترامپ در جورجیا و پنسیلوانیا اندکی از رقیب انتخاباتیش بایدن پیشی گرفته در حالی که بایدن در ایالت‌های آریزونا، میشیگان و نیوادا با تفاوت اندک پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری خوانده شده است. اگر بایدن 77 ساله سبقتش در این سه ایالت را نگه دارد او برنده آرای انتخابات خوانده خواهد شد. در همین حال گفته شده است که بر اساس شمارش آرا تا اکنون دونالد ترامپ جمهوری خواه 204 در رای انتخاباتی و جو بایدن دموکرات 253 رای انتخاباتی را از آن خود کردند. هر نامزد به خاطر پیروز شدن در انتخابات ریاست جمهوری باید از مجموع 538 رای انتخاباتی کم از کم 270 رای انتخاباتی را از خود کند. انتخابات 3 نوامبر ایالات متحده آمریکا رئیس جمهوری این کشور را برای 4 سال آینده تعیین خواهد کرد. و خبر اخیر این که عربستان سعودی محدودیت های قرارداد با کارگران خارجی را کاهش می‌دهد. در همین حال ریاض با وارد کردن صلاحیت در پالیسی کار و شغل و لغو نظام کفالت شرایط کار و اقامت میلیون ها کارگر خارجی را بهبود می بخشد. نظام کفالتی که کارگران را به مالکیت کار سعودی وابسته می کرد مورد انتقاد شدید قرار داشت و حتی برگه اصلی خوانده می شد. وزارت منابع بشری و انکشاف اجتماعی این کشور در توییت خود گفت سر از 14 مارس خارجیان برای تغییر کار و مسافرت به خارج از کشور نیاز نخواهد داشت. از کفیل خود اجازه بگیرند 10 میلیون کارگر خارجی در این کشور به سر می برد. سازمانهای حقوق بشر بارها از ریاض تقاضا کرده بودند که نظام کفالت را لغو کند. اعلامیه وزارت منابع بشری با توضیحات بیشتر می گوید این اقدام جدید ظرفیت محیط کاری کار را بهبود خواهد بخشید. ستام الحربی معین این وزارت به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که در نتیجه این اقدام کارگران دارای مهارت عالی و بازار جذب خواهند شد و فرصت‌های شغل و کاری برای خود سعودی‌ها افزایش خواهد یافت. او افزود که با کارگران به اساس ظرفیت و مهارت قرارداد خواهد شد. بر اساس اقدام جدید رابطه میان کارگر و مالک کار بر بنیاد یک قرارداد معیاری مورد تایید حکومت تنظیم خواهد شد. کارگران اجازه خواهند داشت که بدون تایید مالکیت کار برای دریافت خدمات مستقیما به اداره‌های دولتی آنلاین درخواستی بدهند. وزارت منابع بشری در نظر دارد که تا پایان ربع اول سال 2021 قراردادهای کارگرای خارجی را تایید کنند. عربستان سعودی که امسال ریاست G20 یا گروه 20 کشور اقتصادی بزرگ را به دوش دارد برای بهبود سکتور خصوصی خود تلاش می‌کند. ریاض برای کاهش وابستگی به صادرات نفت یک بسته اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را زیر عنوان چشم انداز 2030 سعودی برا انداخته است. در کنار میلیون‌ها خارجی ده‌ها هزار افغان هم در عربستان سعودی بسر می‌برند. ممنون از همراهیتان و مجموع خبرهای این ساعت. حالا شما دعوت می‌کنم تا با بقیه برنامه‌های نورین باشید. بقیه وقتتان خوش. الله نگهدار.